سلام بر شما در این فراخبر. پیمان امنیت جمعی بر رهبری روسیه بار دیگر نگرانی خود را از گسترش نفوذ تروریسم از مرزهای افغانستان ابراز کرده و گفته است که خطر نفوذ گروه‌های تروریستی از افغانستان به کشورهای عضو این سازمان وجود دارد. اما وزارت دفاع امارات اسلامی حضور گروه‌های هراس‌افکن در مرز افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی را رد می‌کند و می‌گوید که مرزهای کشور زیر اداره این وزارت است. این نگرانی پیمان امنیت جمعی برای چیست؟ اینجا در فراخبر. مهمانان شریک در بحث آقایان عزیز استانکسی آگاه سیاسی و نظامی و اسدالله ندیم آگاه نظامی با ما وصل هستند. مهمانان عزیز سلام بر شما، به برنامه خوش آمدید. آقای استانکسی، بحث رو با شما آغاز میکنیم. در ادامه نگرانی ها از وجود گروه های هراس افکن در افغانستان، در حال که امارات اسلامی بارها رد کرده، حالا پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه بار دیگر نگرانی میکنه، این نگرانیشان برای چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترامات خدا خدمت شما میهمان محترم و بینندگان عزیز تلویزیونتان میرسانم. ببینید، روسیه اول با ما همسایه نیست. همسایه ما کشورهای آسیای میانه است. دومی که همونطوری که میگن خانه ات را گوش کن و بالای همسایه تهمت نکن، اینا میتوانند که در سرحدات خود پوسته های حفاظتی را افراز کنند و استخبارات خود را قوی بسازند تا هیچ نوع هراس افغانی از داخل خاک افغانستان و یا ممالک هم جوار دیگهشان به مملکتشان صدمه نرسانه. سیومی که دو جهت است. یک جهت است که واقعا داعش را تمویل می نماین در افغانستان، ولی در پالویشان را بزرگ نمایی هم می کنن. جهت دیگه می خواهد داعش را در مورد داعش قبل از قبل تشویش خود اظهار بکنه و همچنان در این مورد بزرگ نمایی هم میکنند که هر دو جهت در داخل افغانستان بالای منافع یک دیگر تعرض کردن و میکنند و میخواهند که سودش در اینجا ببرند. ولی در عوض مردم افغانستان جزای ازیر میبینند، مردم افغانستان رنج میبینند. ببینین، اگر این مسائل نباشد، کشورها همه روزه در مورد مسائلی که اصلا در اینجا وجود ندارد تبصره های میکنند و میخواهند که از یک طرف کارد دشمن را دسته بتن و از طرف دیگر حکومت افغانستان آنچه موزیگیری داره او را ضعیف جلوه بتن و حکومت فعلی را به انزوا بکشانند و از این بیشتر بخوان تا در قسمت روند برسمت شناختن از اینا در مقابل از اینا مشکلات را ایجاد کنند. ولی با آن هم ما تا جایی که میبینیم روند سپردن سفارت ها و کنسولگری ها برای حکومت فعلی ادامه دارد و در این مورد مردم یعنی امو تشویش هایی که در قسمت دارند که گویا افغانستان به طرف منزوی شدن بیشتر میره، هم یک نوع امیدواری را برای ما به دست میاریم. اما حکومت افغانستان یا وزارت دفاع افغانستان اعلان کرده که ما قطعات نظامی خود به 170 هزار میرسانیم و پلیس هم همین نکنون با 200 هزار ما در داخل افغانستان امکانات یزیر داریم که ما بتوانیم در سطر سرحدات و امنیت داخل کشور ما دست ما بالا باشه. و این هم یک امیدواری است که در آینده هر گروهی که در داخل افغانستان جهت تضعیف حکومت و یا با تشویش انداختن مردم اقدامات میکنین، اینا قبلا از او جلوگیری و بعد از او هم دستگیریشان اقدام میکنن. بسیار تشکر. آقای ندیم سلام بر شما، شما به برنامه خوش آمدید. شما به این نگرانی که پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه در مورد از خاک افغانستان ابراز میکنه، از کدام زاویه میبینین؟ تشکر خدمت جناب شما، خدمت جناب آقای استانکزی، بیننده عزیز تلویزیون سلام عرض میکنم. کشورهای امنیت جمعی یا پیمان امنیت جمعی که یک شمارشان همسایه افغانستان هستند، مثلا ازبکستان است، تاجیکستان است، تا حدی قرغزستان و بعدا به یک جغرافیا قزاقستان و قرار داره، همچنان روسیه هم به یک جغرافیا مشترک زمینی با افغانستان قرار داره. اینا یک تعدادشان کشورهای اسلامی است، دارای جامعه اسلامی، جامعه اسلامی، باورهای اسلامی دارن
و همچنان دارای حکومت های سیکولار و کم تجربه. در مرحله اول برای حکومت های سیکولار کم تجربه از جغرافیای افغانستان خود طالبان است، مثل ایدئولوژی طالبان است، نگاه طالبان است، بینش طالبان است، رویکرد طالبان است. اینا احساس خطر میکنند که به جامعهشان که نفوذ کنه، سرایت کنه. یعنی دیدگاه طالبان در جامعه عمدتا مسلمان پیمان، بعضی اعضای پیمان امنیت جمعی انتقال بدن. از این بابت اونا نگرانی دارن، گرچه نگرانی را صراحتا نمیگن، اما نگرانیشان به تو قابل درک است که از ایدئولوژی و طرز دید و طرز بینش و روی کرد طالبان بله. نگرانی دارن. ولی وقتی آقای ندیم بله بفرمان، و همچنان گزارش های رسانه ای پیوسته تایید میکنن که در افغانستان بعضی گروه های یا شبکه های توریستی، شبکه هایی که برصورت از توی رسانه های خارجی یا از توی بعضی کشورهای های خارجی به نام شبکه های توریستی یاد میشن، در افغانستان وجود داره. اینا بعضیشان تحت حمایت طالبان هستند و به خصوص در نواز در مناطق مرزی با کشورهای ازبکستان و تاجیکستان جابجا شدند. این نگرانی را افزایش میده، به خصوص فضای رسانه‌ای را متجانس بسازه و دنیای سیاست هم با جامعه رابطه‌اش از طریق رسانه هاست. اینا هم یک نوع فضای تشنج، فضای بی‌اعتمادی بین حکومت ها و جامعه عمدتا مسلمان، بعضی از اعضای امنیت جمعی و افغانستان امروزی که طالبان حکومت است و هست، وجود داره. یک بریده واقعی است. در این مورد میشه که طالبان در این راستا کار کنند، مازیش کنند، تغییر بدن، سفرهای بیشتر داشته باشند، اونا را دعوت کنند، درست جلسات توضیحی داشته باشند. با یک ابلاغی رسانه‌ای نمیشه که مسئله را زود حل کرد. بسیار زیاد تشکر آقای استانکزی. خب در همین مدت که امارت اسلامی دوباره به قدرت برگشته و کابل آمده، تا اینجای کار میبینیم که به گونه که حالا به سلسله مراتب ادامه داشته، همین نگرانی ها تا اینجای کار هم ادامه داره. امارت اسلامی رد میکنه و کشورهای منطقه، فرا منطقه بار دیگر هم از وجود گروه های عرص افکن سخن میزنن. این فکر میکنید تا چه زمانی ادامه پیدا میکنه؟ چرا به این شکلی پیش میره با توجه به این که انتظارات چیزی دیگه بود؟ حالا هنوزم کماکن به یک چرخه باطل موضوعات میچرخه. تماما همه مسائل و موضوعاتی که در رابطه با گروه های عرص افکن در افغانستان میچرخه، یک ناباوری قبلی است که با کشورهای همسایه و دور افتاده در اینجا با حکومت فیری افغانستان ناباوری قرار دارد. ببینین تا هکنون هم یکی در کشورهای نزدیک و همسایه ها بالای امارت اسلامی باور ندارن و باورمند نیستن. بعضی از فرامین یا آنچه که حکومت فیلی افغانستان در قبال مردم افغانستان وضع کردن فرامین یا مصاحبه های خود، مثلا مکاتب دختراس و بسیار چیزهای دیگه است که او باید حل شوه. اونا هم ترس دارن که نشوه چونین یک حکومتی که در پالوی ما قرار دارد و ما هم در داخل گروه های داریم، گروه های اسلامگرا در اونجا هستند، در چین است، در ازبکستان است، در تاجیکستان است، در خود پاکستان است، در ایران است، نشه که باز از اینا با استفاده از این امنیت ما را مختل بسازن. اما برعکس حکومت افغانستان به تمام نظیم و مالک و دنیا اطمینان داده که ما با هیچ کشور با حسن همسایگی، همجواری و مناسباتی که داریم خراب نمی سازیم و در امور مداخله نمی کنیم و ما نمی گذاریم در امور داخلی ما هم کسی مداخله کنه. ولی ظاهرا هیچ کشوری به این موضوع تمکین نمی کنه، باور نمی کنه، ظاهرا می بینیم. بله اونا می ترسن، بخاطر از این می ترسن که یک بار دیگر تجربه کردن امارت اسلامی را در گذشته و به مو خاطر امروز هم یک تعداد کشورها باور ندارن بالای از اینا و باید یک اعتماد، یک فضای باورمندی بین از اینا با وجود بیاید.
اول خو حکومت فعلی باید مشکلات را که با مردم افغانستان دارن و دامنگیری مردم افغانستان ساختن این مشکلات همدن و قصدن باید در این قسمت اینا تلاش بکنن آنچه وعده هایی که به مردم افغانستان کردن که مثلا ما نصاب تعلیمی را بسیار زودتر جور میکنیم، ما هم پیش مردم دروغگوی میسازند، ما هم با تأسیس سخنان امارت اسلامی برای مردم میگیم که صبح اعلام میشه دیگه صبح مکتبا اعلام میشه، در حالی که ما روزه ما میبینیم که مردم ما بسواد میمانند، اطفال افغانستان بسواد میمانند. این هم جزی از این مسائل است که مردم باید پشتیبانی کنه از این حکومت، نباید مردم فاصله بگیره، از یک طرف گروه های راسفگان، از دیگر طرف یک تعداد دیگر احزاب سیاسی یا افراد اشخاصی که در خارج از افغانستان علیه از این حکومت تبلیغات زهرآگین میکنن. یه همه دالبری است که این حکومت باز روز به روز منزوی میسازن و اینجا باز یک مشکلات دیگه خلق میشه. حکومت امارت اسلامی باید در اول اعتماد مردم را حاصل کنه، آنچه برای مردم گفته باید عملی بسازن و بعدن با دنیا و همین مردم است که تا پشتیبانی نکنن از یک حکومت، و حکومت نمیتونه که مناسبات خوبی را با دنیا و با جهان داشته باشه. زور مردم بسیار زور قوی است در تمام ممالک. اینا باید اول با مردم افغانستان همی مسائل را که مطرح میسازن باید با وضاحت بتن برشان بگوید که برادر ماش تقاوت گفتیم میتوم یا نمیتوم، مکاتب باز میکنم باز میکنم، دیگه بعضی مسائل دیگه است اینا را درست کنن تا مردم افغانستان بالای از اینا باورمند شوه و دنیا هم با اینا رقابت خود بهتر بسازن. بسیار زیاد تشکر آقای استانکزای. آقای ندیم، شما بیشتر در مورد این صحبت کردین که همین فضای به اعتمادی که آقای استانکزم رویش انگشت گذاشت که این موضوع شما گفتین سفر بکنن، دید و بازدید بکنن، دو طرف به یک دیگر نزدیک شوند، صحبت بکنن. در همین یک و نیم سال به کشورهای منطقه آقای متقی سفر داشته و مقامات امارت اسلامی داشته، چرا اینا کارساز نبود و نتیجه بخش تا اینجای کار میبینیم که نیست؟ با چه روشی میتونن این فضای به اعتمادی که شما میگین شکسته شوه در واقع به یک جاده هموار قرار بگیره؟ و در اصل با آمدن طالب امریکایی ها در افغانستان، پوتین که از زمان تا نوز در از قدرت است، قدرت بزرگ در پیمان امنیتی امنی روسی است، با امریکایی ها همکاری داشت، حمایت کرد حضور نظامی را. بعدن البته خطراتی را متوجه شد که از با حضور نظامی امریکایی ها در افغانستان متوجه منافع روسیه و شرکای منطقویش میشن، رو کرد به حمایت از طالبان. ما به خاطر داریم که بر صد سالگی مناسبات رمین مناسبات رسمی افغانستان روسیه یک نقطه سمبولیک بود. روسیه به عوض دولت، به عوض روشنفکرا از نمایندای طالبان دعوت کرد به مسکو، این را تجدید کرد. در حقیقت با طالبان یک استاب باز کرده بود که بتانه که روسیه اینا را به طرف خود تمایل متمایل بسازد. اما با آمدن قدرت در قدرت طالبان اوضاع تا حدی تغییر کرده، روسیه تا حدی ناامید شده از رابطه طالبان با روسیه و نگران است و سویسن دارد از رابطه طالبان با بعضی کشورها، خصوصا کشورهای غربی از جمله بریتانیا و ایالات متحده آمریکا که در دنیای محرم است. بنابراین روسیه شروع کرده به تبلیغات و ابراز نگرانی. ما میبینیم که در افغانستان یک چند چیز بسیار مهم است که حالت در حقیقت ثبات نسبی را حفظ کرد. از این جمله کمک های ملل متحد است که هفتهوار یا دو هفته مسئولیت نقدی میرسه در افغانستان. این سبب شده که در بازار افغانستان، در اقتصاد افغانستان تا حدی ثبات شود. و همچنان با آمدن طالبان کمک های نهادهای بین المللی زیاد شده و اکثر خانواده های در افغانستان در تمام ولایات از این کمک ها مستفید میشن. این سبب شده که یک نوع ثبات نسبی اجتماعی در افغانستان حفظ شود. اگر این مسئله نباشد، ثبات اجتماعی در افغانستان برهم میخورد و ممکن طالبان سقوط کنند. حالا یک مامور بسیار پایین رتبه آمریکایی هم که با طالبان دیدار داشته باشد، این مسئله رو در خودشان میکشد. این کمک های نقدی را روسیه نمیده، بنگلادش نمیده، پاکستان نمیده، درست، کشورهای دیگه نمیده. عمدتاً آمریکا و متحدین ثروتمند آمریکایی است که این کمک ها را به افغانستان سرازیر کرده. در حقیقت اینا در حقیقت حالا
افغانستان یک نوع وابسته و کمک های به این کمک هاست که عمدتاً از طریق امریکا و متحدین صورتمندش ارائه میشه. اما در ایواز روزها در این راستا کاری کده نمیتانند چون اقتصاد روسیه آنقدر قوی نیست و همچنان با آغاز جنگ اوکراین روسیه به حد مصروف این جنگ شده بیشتر انرژیش و از منابعش مصرف جنگ بیشتر در افغانستان رسیده این کده نمیتانند. بنابراین حالا موقف روسیه نسبت به افغانستان در رابطه با دیگر رقبای جهانیش ضعیفتر شده. این نمیتانه روسیه او خدمات و همکاری ها و او کمک هایی که دیگر ایران میکند روسیه ایران کند. بنابراین رو میاره و ابراز نظر ها نگرانی های رسانه ای به روسیه بسیار مشکل است که از این حالت بیرون بکشند. افغانستان با دو منبع کمک که من ذکر کردم شدیدن نیاز دارد. طالبان را درک میکنند. بنابراین طالبان میلان ندارند، علاقه میدید ندارند که بسیار زیاد به روسیه نزدیک شوند، پشت بگردانند علیه خامیان خود. مشکل هستی در میجه است که ما بیان کردم مثل کمک هاست. اما در حقیقت روزها متحدین منطقویش میتوانو شف شف میگن، شف طالو نمیگن. یعنی ما نگرانی اونا از طالو خود طالبان هستن، شبکایی که به عنوان شبکای توریسی در افغانستان هست. از خود بسیار زیاد تشکر. آقای استانک طالبان بینش طالبان دنیا اینا نگرانی دارن. از این خاطر این نگرانی را در رسانه ها به طور رقت مرموز ارائه می کنند. بسیار زیاد تشکر آقای ندیم. آقای استانک زایی در کنار صحبت های آقای ندیم که در مورد هر دو بلوک و هم غرب به رهبری آمریکا و هم شرق حالا روسیه قدرت های بزرگ مثل چین و ایران و کشورهای منطقه صحبت کردن و این نگرانی را به شکل واضح روشن نمی کنن و فقط نگرانی ادامه داره، فکر میکنید که پیام اینا برای امارت اسلامی تا این جای کار چی بوده، چی برداشت میکنین و آیا راه حلی برای گذار از این فضای بی‌اعتمادی که شما مطرح کردین و آقای ندیم هم به او اشاره داشتن چی است؟ چطور میشه که همین تابو شکسته شد؟ ببینید اول همون کشورهایی که با طبق گفته جناب ندیم صاحب اینا را دعوت میکردن مثلا به مسکو، به چین و چندین ممالک دیگه به شمول پاکستان و بله اینا در حقیقت خوان ازی بودن که گویا حکومت امارت اسلامی زمانی که در افغانستان حاکم میشه روابط تنگا تنگ با ما داره و شاید با ممالکی که در اینجا حضور داشتن ظرف 49 ظرف 20 سال با اینا روابط خود سرتر و تا با دشمنی خواد گراییدن و ما در اینجا یک منفعت بزرگی را به دست میاریم. آن طور نشد. امارت اسلامی با امو سیاست های خوبی که داشت یا داره در عرصه خارجی توانستن تا با تمام ممالک دنیا از جمله همسایه ها روابط خود را با حسن همجواری و روابط خود در عدم مداخله و مسائل اقتصادی تأکید بکنن تا با دنیا روابط یکسان داشته باشه. ای بود که هم روسیه ناامید شد، چین هم ناامید شد و پاکستان خو ناامید بود و است. به این لحاظ کمک هایی که فعلا به امارت اسلامی میشه واقعا مشکلات زیاد را رفع کرده و رفع میکنه. در قسمت امنیت افغانستان ما میبینیم که امنیت تامین است. ما در شهر کابل میبینیم مثلا در سایه حوزه ده امنیتی یک وقت روز 4-5 واقعه میشد، اما امروز ما میبینیم نمیشه واقعات. امی خودش نمایندگی ازیره میکنه که امنیت خوب است. یعنی ای که 100% نیست اما دمی شرایط فعلی خوب است. خوب بی‌باوری در اینجا مشکل اساسی است که باید از بین بره و حکومت فعلی افغانستان دنیا را متقاعد به این بسازه تا با اینا رابط خود بیشتر زیاد بسازه و وقت میشه که اینا با مردم افغانستان مشکلات خود حل بکنن تا که با مردم افغانستان حکومت فعلی رجوع نکنه.
تا که به مردم افغانستان واقعیت‌ها را نگویند که یا مکاتب بیخی بند است الهیشان باز نمی کنیم که دل مردم سر چه گویند. امارت اسلامی سخنگویانش و کسانی که از آدرس امارت اسلامی صحبت میکنند اونا میگن که دنیا باید ما را به رسمیت بشناسه و همطور که چند روز پیش آقای مجاهد گفت که دنیا با ما تعامل کنه ما را به رسمیت بشناسه ما بعدم بقیه کارا را انجام میدیم. خب ما که تا جای میبینیم و تحلیل میکنیم وضعیت فعلی را دنیا با اینا آهسته آهسته روابط خود را گسترش داده میرن. با اینا نماینده های ممالک مختلف بازدیدهای دارن و همی که چندین کنسولگری یا سفارت به اینا واگذار شدن از این معلوم میشه که دنیا هم علاقمند است به این که با اینا روابط خود بهتر و خوبتر بسازه. اما تقابل کشورها در داخل افغانستان سبب ازی شده که افغانستان فعلا در یک حالت قرار داره که نه به رسمیت شناخته میشه و نه کمک های جهانی هم رایشان میشه و نه اینا را به کنفرانس ها دعوت میکنن و این وقت این مسائل حل میشه که بازم برتان بگم که پشتیبانی قاطبه ملت افغانستان با حکومت فعلی باشه. حکومت باید نگذاره که مردم از اینا فاصله بگیره، حکومت باید نگذاره که مردم افغانستان از اینا دوری بجوین، اینا باید با مردم افغانستان طوری رویه بکنن که آنچه واقعیت‌های جامعه مردم افغانستان است. چون ما یک کشور سنتی هستیم با وجود در نظر گرفتن کلتور و عنعنات ما طوری باید با مردم اینا رویه بکنن که حداقل مو کشورهای اسلامی که در دنیا مثلا عربستان سعودی و اینا با مردم خود به مو شکل حقوقشان برشان تادیه کرده داده اینا هم به مو شکل با مردم افغانستان رویه بکنن و در قسمت دادن حقوق و امتیازات مردم افغانستان باید کوشا باشن. بسیار زیاد تشکر آقای ندیم. راه حل مشکل افغانستان را آقای سانگزای در داخل افغانستان میدانن و میگن که باید به مردم رجوع شوه. شما در مورد این که خب این رابطه پرفرازنشی به حکومت سرپرست با دنیا را همین لحظه شما مشاهده میکنین و هر روز تحلیل میکنین، به چه نتیجه میرسین؟ به جنبندی رسیدیم؟ او اصل مشکل داخلی است، مشکل در رویکرد طالبان است. من طالبان درک کنه نمیتونم چرا این رویکردشون تغییر نمیاره که سبب برسمت شناخته شدن خودشان میشه، سبب تقویت خودشان میشن و سبب در حقیقت باز کردن دروازه های افغانستان برای جهان میشن. ما این کار نمی کنن و خودشان باید این را جواب بدن. ما بهتر است که طالبان برای رویکردشان تغییر بدن. اما نگرانی هایی که سوی بعضی کشورها جامعه جهانی مطرح میشه در رفت از اونها بکشه و همچنان بعضی سیاست هایی که در حقیقت قابل قبول برای مردم افغانستان و مثلا مردمان مسلمان نیست، مثلا دخترانشان به مکتب رفتن نمیتونه، در حالی که اسلام یک دین جهانی است، تمام کشورهای اسلامی دخترها به مکتب میرن، زنها کار میکنن، چرا اینا منع کردن؟ یا بعضی محدودیت هایی که طالبان وضع کردن این قابل درک نیست، هم از دید دینی و هم از دید فرهنگ جامعه افغانی. من طالبان باید بر رویکردشان هم تغییر بدن، سبب تغییر در نگاه جهانیان شود. و از سوی دیگر چون طالبان حاکم هستند، اقتدار به اختیار دارند، جهان کشورهای منطقه تا حدی بین مجبور هستند با اینا در تعامل باشند. تعامل از اینا فعلا از روی احتیاط است، از روی نگرانی است. یعنی در این تعاملی ها تا تعاملات ما نمی بینیم که یعنی یک مسئله استراتیجی، دید استراتیجی مطرح نیست. فقط به خاطر دید عوارب تعامل میشن که از شر طالبان خود نجات بدن یا طالبان بیشتر بشناسن و طالبان کمی خود بازتر کنن هم در داخل و هم در خارج. چون اینا اقتدار داره، حاکم هستن، ای با خودشون هم با منفعت خودشون هست، منفعت جامعه افغانستان است و همچنان به نفع نظام سیاسی افغانستان است که اغلب کتویش و باثبات و سبب ثبات داخل افغانستان میشه و همچنان سبب ثبات منطقوی میشه. ثبات منطقوی برای شکوفایی افغانستان بسیار جان مهم است و همچنان برای شکوفایی و رونق اقتصادی منطقه بسیار مهم است. طالبان باید یک کمی از این حالت برند و تغییر بدن. بسیار زیاد تشکر آقای استانگزای. فرصت ما تمام است، اگر به یک جمله بگوین چی باید شد؟ آنچه به نفع حکومت است باید در او راستا اینا کوشش کنند، آنچه به ضرر حکومت فعلی است از او باید اجتناب ورزند.
ما میبینیم بسیار مسائل است که در بین مردم افغانستان و حکومت فعلی در اینجا خلا را به وجود میاره، باید این نبید. آقای استانکزای و آقای ندیم، از حضور هر دو مهمان عزیز سپاسگزارم. به همین ترتیب میرسیم به پایان فراخبر. از شما هم سپاسگزارم. شب بخیر.